سرخط خبرها. نظامیان پاکستان مناطق را در ولایت خود تصرف کردند و انفجار ماین بجا مانده در تخار جان 5 کودک را گرفت. 7 جنگجوی طالبان در ولسوالی دند قندهار سربریده شدند. سلام به خبرهای این ساعت از پرشن سیتی، با من علی رادمهر، خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروعی خبرها. منابع محلی از هجوم نیروهای نظامی پاکستان به خاک افغانستان واقع در خط مرزی دیورند در ولایت خوست خبر دادند. حبیب خان روزنامه‌نگار میگوید نظامیان پاکستانی پایگاه‌های نیروی محافظت از ولایت خوست را که در ولسوالی گربازین ولایت موقعیت داشت اشغال کردند. این خبرنگار همچنان گزارش داده است که نیروهای نظامی پاکستان مناطق را در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست که پیش از این توسط جنبش قیام ملی کنترل میشد اشغال کردند. نثارالله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار به خبرنگار آماج میگوید که جمعی از کودکان در ساحه گلدایی باقی از مربوطات شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از چاشت امروز، هنگامی که میخواستند یک ماین را به شهر انتقال داده و بفروشند، این ماین انفجار کرده است. به گفته او در نتیجه این رویداد 5 کودک خردسال جان باختند. سعید خستی سخنگوی وزارت داخله طالبان با تأیید وقوع انفجار در منطقه کارت پروان شهر کابل گفت که یک موتر غیر نظامی هدف انفجار بمب قرار گرفته است. او گفت که این حادثه تلفات انسانی در پی نداشته است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که شب گذشته 7 جنگجوی طالبان در ولسوالی دند ولایت قندهار سربریده شدند. همچنان گزارش شده که مجاوران مقبره پدر گل‌آقا شیرزوی نیز کشته شدند. تاکنون جزئیات بیشتری از عاملان و چگونگی این واقعه در دست نیست. عبدالحمید خراسانی که پس از سقوط دولت پیشین افغانستان از سوی طالبان به عنوان عامل امنیت پنجشیر منصوب شده بود، گفته از سمتش کنارگیری کرده است. او در هفته‌های گذشته برای اثبات وفاداری خود به طالبان بارها به افراد جبهه مقاومت هشدار داد و گفت هر کسی در برابر امارت سرکشی کند کافر است. خراسانی در گفتگو با رسانه‌ها گفته که به دلیل اختلاف‌های داخلی از سمت خود استعفا داده است. این در حالی است که طالبان اخیراً کمیسیونی را به منظور آنچه این گروه تصفیه صفوف می‌خواند ایجاد کرده است. انس حقانی عضو جوان و ارشد گروه طالبان مستقل بودن شبکه حقانی را طالبان تکذیب کرد. انس حقانی 27 ساله برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سراج الدین به عنوان سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان منصوب شده است. آمریکا در سال 2012 شبکه حقانی را غیرقانونی و یک گروه تروریستی اعلام کرد. شبکه حقانی متهم است بارها حملات مرگبار علیه غیر نظامیان انجام داده است. اواخر ماه آگوست هم آمریکا اعلام کرد شبکه حقانی و طالبان دو نهاد جداگانه هستند. اما انس حقانی در گفتگو با بی بی سی گفت این بخشی از برنامه CIA برای اختلاف و تجزیه در بین گروه طالبان است. با این حال او گفت افراد شبکه حقانی به نقشی که در جنگ افغانستان ایفا کردند افتخار میکند. در حال حاضر رهبر شبکه حقانی در بالاترین سطح تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار دارد. سراج الدین حقانی که گفته می شود با القاعده هم ارتباط نزدیک دارد، در این اواخر میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان میانجیگری کرده است. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان و نمایندگی از مردم اهل تشیع در نشست مردمی در غرب کابل می گوید مردم هزاره در تمام جبهه‌ها و ولایت‌های کشور با مجاهدان طالبان درگیر نشدند. نه تنها که درگیر نشدند، بلکه از طالبان استقبال کردند. اولین نخست وزیر زن سویدن چند ساعت پس از انتخاب کنارگیری کرد. پارلمان سویدن روز چهارشنبه به مگدالنا ادرسون به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور رأی دادند. اما رهبری او در این مقام کمتر از 12 ساعت دوام نیاورد. پس از کنار کشیدن یک حزب از دولت ائتلافی و رد لایحه بودجه دولت در پارلمان، خانم اندرسون 54 ساله مجبور به استعفا شد. و در آخر،
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با کانال رادیویی NPR آمریکا گفته است اگر ایران زیاد به ساخت سلاح اتمی نزدیک شود آمریکا بیکار نخواهد نشست. سپاس از توجهتان. لطفاً برای تازه‌ترین خبرها کانال ما را دنبال کنید. تا خبر دیگر، وقتتان خوش.